بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام داریم در خدمتتون در شب میلاد مسعود حضرت امام حسن مجتبی، فرزند برومند امام علی ابن ابی طالب علیه السلام. در ادامه برنامه‌های سرزمین عشق با عنوان کلی ولایت، رمز آفرینش در خدمتتون هستیم در این شب پربرکت. اگر از طریق صفحه‌های تلویزیونتون بتونید ببینید، حرم غرق نور هست، حرم سیدالشهدا در ولادت برادر بزرگشون چراغانی شده و غرق نور هست. این میلاد سعید رو به همه شما بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم و آرزوی قبولی و طاعتتون را دارم و امیدوارم ما رو هم به عنوان خادمان خودتون در دعاهاتون فراموش نفرمایید. در ابتدای برنامه خدمت کارشناس محترم برنامه عرض سلام خواهم داشت. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته طیبین طاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام و تبریک و تهنیت دارم به مناسبت این شب ولادت مغفور السرور سبط اکبر علی مرتضی آقا امام حسن مجتبی، و همچنین عرض تبریک خودم رو و عرض سلام خاضعانه خودم رو خدمت ولی نعمتمون در این شب پربرکت و به این منت عرضه می دارم و از اون حضرت خاضعانه می خواهیم که در این شب پربرکت عیدی همه شیعیان خودشون رو از پروردگار عالمیان امر فرجشون بخواهند، که خدای عز و جل کریم است، عطوف و مهربان است، هادی خلق از این بزرگوار رو واسطه عنایات خودشون قرار داده. قربت و غیبت برای شیعه بسه. انشاءالله حضرت برای فرج خودشون عیدی ما رو هم بخواهم. انشاءالله. اگر اجازه بفرمایید در این شب پربرکت طبق معمول همیشه سلام داشته باشیم خدمت حضرت و عرض تبریک به خدمت ایشون و حضرت ابوالفضل عباس و برنامه رو شروع بکنیم انشاءالله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم منا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع الشهداء والصديقين والمؤمنين، عليك يا ابن أمير المؤمنين
السلام عليك يا ساقي تا كربلا يا أبا الفضل العباس لعن الله من قتلك ولعن الله من استخف بحرمتك السلام عليك ورحمة الله وبركاته. بینندگان عزیز، این جلال و شکوهی که در حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام و برادر برومندشون حضرت ابوالفضل عباس میبینه، اینجا بیشتر پی به مظلومیت امام مظلوم امام حسن مجتبی علیه السلام پی میبره که ایشون در غربت و در تنهایی هستند. از امام زمان علیه السلام در این شب پربرکت میخواییم که با آزادی اون سرزمین انشاءالله توفیق زیارت ائمه بقیر رو به ما هم عنایت بفرماید انشاءالله. بینندگان عزیز، در به مناسبت شب میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام، در این برنامه که عنوان کلیش ولایت بود، امشب تحت عنوان ولایت و ولادت در خدمتتون خواهیم بود. جناب استاد در خدمتتون هستیم. بله، امشب شب با برکت، پر فیض، پر معنویت، خصوصا تو کربلا که آدم هرچی نگاه میکنه جیگرش حال میاد. کاش با ظهور امام زمان سلام الله علیه، قربتی که همکنون در سرزمین بقیع مورد نگاه جهان اسلامه، خصوصا شیعه است، انشاءالله با ظهور حضرت پرده ها کنار بره و اون عظمت و شکوه رو ما در اونجا ببینیم. عرض میکنم یه نکته اساسی خیلی حائز اهمیت قابل توجه در ارتباط به ولایت و ولادت، که جایگاه ولادت حضرات معصومین در این ولایت رو برای ما معرفی کنه. ولی قبل از اینکه بنده وارد این نکات ظریف ولایی بشم در بحث ولادت، توجه به این نکته لازم و باید باشه و اون این که قطعاً ما در جنبه آفرینشمون چیزای مختلف داریم، یعنی عقل داریم، روح داریم، بدن داریم، یک سری کمالات و معلومات و علوم داریم و اینها آیا حقیقت ماست و حقیقت ما در کجای اینها نهفته است؟ آیا به انسان عرض میکنم دیوانه هم بهش میگن یه انسانه؟ آیا به انسان مرده میت میگن انسانه؟ یعنی با فقدان روح و فقدان عقل به این میگن؟ و آیا این انسان یک مجموعه ای از بدن و روح و عقل و کمالات که به اون میگن انسان؟ اینا چیزی است که ما خودمون بگن الانسان ما هو کیه موندیم که در مقام معرفی چی معرفیش کنیم. اینا رو داره. خب قطعاً نا داده هایی است که خدا بعضیاشو در جاهای متعدد داده، یعنی بدن مال اینجاست. بدن یه حقیقتی است که با انعقاد نطفه در رحم تشکیل میشه، کم کم رشد میکنه و این حیات نو میگیره. اما روحش مال اینجاست. روح اینجا نشونه ما پیدا کرده. آیا عقل این مال اینجاست که این عقل رو بهش عطا کردن؟ درسته رشدش رو از حین طفولیت یه بچه داره، مال اینجا نیست. بنابراین میفهمیم اینجا جای دیگه ایران سیر کرده تا اینجا آمده. این حقایق رو در خودمون میبینیم
و میبینیم اینا رو سیر کرده آمده. من اینو نسبت به همه بینندگان عرض کنم، این نکاتی که امشب خدمت شما عرض میکنم با برهان روشن عقل ما میخوایم بگیم، اما اونایی رو که اونجاهایی رو که دست عقل ما کوتاهه و باید بررسی حقیقی نسبت به کلمات وحی کنیم، چون ادراک به اونجا نداریم، اونها رو میاریم در این زمینه از قرآن و سنت محکم خدمت بینندگان عرض میکنیم. اما با توجه به این دقایقی که الان وارد شدم، نسبت به حضرات معصومین علیهم السلام هم همینه، ولی تئوری کلیش اینه، بله بدن حادث مخلوق مال اینجاست، حسب ظاهر مال اینجاست، تفاوت کلی دارد. الان تفاوت کلیشو حتی در ماده خلقت خمیره بدنیش عرض خواهم کرد خدمت بینندگان عزیز، و هم از جهت روحی و هم از جهت عقل و هم از جهت نوری، تمام اینا تفاوت‌های آشکار داره، یکسان نیست. یعنی اگر عرض میکنم ما روح شهوت داریم، حضرات معصومین اصلا روح شهوتشون سنخ روح ما نیست، طور دیگه است، گونه دیگه ایه، و اینا هر کدوم جاهای مختلف باید مورد بررسی قرار بگیره. و ما امشب یه اشاره میکنیم، ولی ذوات مقدسه 14 معصوم همه یکسانن، که در زیارت جامعه میفرماید اشهد ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحده، شما یکسان هستید. در عین این که روح شما، نور شما، بدن شما یک حقیقت بیش نیست، اما یه جمله آقا امام صادق علیه السلام فرمودن، این جمله رو باید با این عبارت معنا کنیم، و اون اینه، فرمودند امام صادق علیه السلام ولایتی لعلی ابن ابی طالب علیه السلام احب الی من ولادتی، من ولایت من از آقام امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب پیش من محبوب تر است از ولادت من نسبت به امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب. منظور از ولادت یعنی نسب من که بهشون میرسه دیگه. بله دیگه، ولادت فرق نده، فرزند فرزند، هر چی پایین بیاد فرزند دیگه، فرقی نمیکنه. ولادتی که من از امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام دارم یک چیزه، برای من فضل است، فضیلت است. و امام در تعلیلشون فرمودن لأن ولایتی منه فرض و ولادتی منه فضل، ولایت من نسبت به امیر مؤمنان برای واجب. من واجب است، امری است، باید، واجب ترخیصی هم نیست، واجب عینی است، حتما باید من اینو داشته باشم، اما ولادت من برای من یک فضیلتی است. حالا این ولایت رو فرق گذاشتن با ولادت، و از اون برم فرمودن شهادت میدهیم، ما در زیارت میخوانیم که نور شما، طینت شما، روح شما یک حقیقت است. اون ولایت چیه؟ چون گفتیم ولایت رمز آفرینشه، ما میخوام ببینیم آیا این ولایت که رمز آفرینشه بر ولادت این بزرگوارا کجا تأثیر گذاشته، چه نقشی داشته، نقش ولایت بر ولادت خود حضرات معصومه. و این بحث تا حالا هیچ جا نشده، یعنی بحثیست نو، بحثیست قابل تأمل و توجه، و باید بینندگان عزیز خصوصا محققین دانشپژوها از این واژه و از این در نگاه بر کل ما خلق بشه. خب نکته اول ما برای ورود بحث، مخلوقات کلن همه در معرض امتحان و اختبار به نور ولایت بودن، یعنی به ادله فراوان ان من شیء الا یسبح بحمده، این نیست که هر شیئی که تسبیح خدا رو میگه با شناخت و شعور تکوینی خودش به این که اونی رو که خدای عزوجل اون بزرگی و آقایشو خواسته بگیره، یک مسئله یکتاپرستی حضرت حق، توحید، دو رسالت، سه این آقایی این انوار مقدس است. در برابر این فذکر اسم ربه، ذکر اسم ربه فصلا، که ما اشاره کردیم اشاره به پیمان، عهد پیمان است. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابینا و اشفقن منها حملها الانسان. این عرضه
امانت که عامه و خاصه میگن ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام به همه عرضه شده، اما آیا این عرضه ولایت ما بیایم تو توی قسمتی که در ارتباط به ائمه معصومینه و بعد سایر مخلوقات، آیا ولایت اون نور ولایت جزئی از مخلوقه، یعنی تنزل یافته اون نور ولایت همه مخلوقات، یعنی عرش جزئی از نور اول است، یا نه همه مخلوقات سلسله مراتب به نور ولایت کسب شرافت کردن، کسب موقعیت کردن، جلوه پاکیزگی از خودشون نشون دادن. اون چه که مستفاد از ادله اینه مخلوقات دونه دونه سلسله مراتب و تنزل به نور ولایت و توحید و رسالت کسب کمال کردند و این وسیله کمال و قربشون به حضرت حق جل و علاست که ما در بحث وابتغوا الیه الوسیله اشاره کردیم با توجه به مطالب گذشتمون تکرار نکنیم. بنابراین این منحصر به عرش نیست، منحصر به عقل نیست، به بهشت نیست، به خوبه ها نیست، تینت ها نیست، ارواح همچنین، همه مخلوقات سلسله تنزلشون با امتحان به ولایت امیر مؤمنان شرافت بید. حتی خود حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین من حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین تو دایره آفرینش خودشونم اون بدء آفرینش نوری خودشون هم در تنزل همینجور به اون نور ولایت آزموده شدن که حالا اشاره میکنیم تا میخوایم بگیم تینت این بزرگوارها هم خمیره اولیه اونها هم چه خمیره نورانی چه خمیره روحانی چه خمیره یا تینی اعلا الیینی چه ماده و نطفه های اون بزرگوارها چه اون خمیره بهشتیشون تا تنزل یافته در دنیا اشهد انکم کنتم نورا فی الاصلاب شامخه والارهام المطهره اشهد انکم ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحده. تو تمام این مراحل از این سلخه یه نکته ای هم اینجا حائز اهمیته و اون که بحث علت و معلول و نسبت به خدا و مخلوق کاملا مرد کردیم، اصلا پذیرفته نیست، چون شبهه سنخیت و شبهه محدودیت نسبت به حضرت حق داشت، ازلیت قدیم بودن و اینها رو داشت. و اما آیا میتونیم بگیم پیغمبر خاتم اون بدء آفرینش اون نسبت به مخلوقات این قصه علت و معلول رو داره یا نداره؟ اینجا هم پذیرفته نیست، صحیح نیست، یعنی سلسله آفرینش حتی در مادیات حتی در بعد آفرینش از ما گرفته تا انتهای خلقت که ماد مادت المواد خلقت و آفرینشه، آیا اونجا هم مبحث علیت و معلولیت مطرح میتواند بشود؟ خواهیم گفت خیر، بله سبب هست، ماده قبلی سبب بعد و علت برای معلول هست، اما علت تام نیست، مقتضیات است و معدات است، ابزار است، اسباب است. یعنی اگر فرمود فتق نوری فخلق منه العرش، نه اینکه عرش خود پیغمبره، بلکه مخلوق به نور پیغمبره، مخلوق به نور ولایته، یعنی آزمایش شده. سخن ما اینه، مخلوقات سلسله مراتب آزموده شده اند و آفریده شده اند. لذا اگر به درخت گفت درخت بیا طرف من، اطاعتشو کرد، نه اینکه درخت خود پیغمبره. نستجی سلسله علیت و معلولیت اینطور نیست علت تام باشه و تخلف نتونه بکنه، به خاطر اینکه او ولیشه و ولیش از باب علت و معلوله که بهش میگه بیا میاد،
نه از باب اطاعت. لحاظا در تکوین هم ما خواهیم گفت اونجا هم و معتقدیم اونجا هم بی جهت به چیزی ندادن، به کسی چیزی ندادن، به بهش بی خودی بهش نشده، ارواح پاکیزه بی خودی ارواح پاکیزه نشدن، حجابهای نورانی بی خودی حجابهای نورانی نشده، عقل مقابل جهل بی خودی عقل نشده. بهش گفت اقبل فاقبله، نتیجه اطاعتش شد نور عقل، نتیجه اطاعتش 75 لشکر براش قرار داد. جهل با ادبارش و لبیک نگفتنش عقب موند و اون لشکر جهل رو دادن بهش. تمام آفرینش رو بینندگان عزیز محققین دنبال بکنن، بگردن ببینن دونه دونه اینا فرازهاشو داره، از اون خلقت نوری پیغمبر گرفته سلسله مراتب در آفرینش تا آسمان ها. انا وقتی میفهمد ما آسمون زمین ها رو گفتیم بیا، گفت اتیناها طائعین، ولو اطاعت در تکوینه. اما آیا تأثیر روی اون داره؟ ما میگیم تأثیر داره، تأثیر جلوه های خوبشه جلوه های بدشه. این خوب و بد بر اساس رضا جبر در تکوین هم نیست به یه معنا. یعنی چی؟ یعنی اونجا هم فرمان بر چون شعور داره، همینجا هم ما معتقدیم شعور دارن و تأثیر این شعور در کل ما خلق هست. رضا یوسف به قول الله ما فی السماوات و ما فی الارض، این معانی معانی است که حالا ما چون در راستای ولایت و ولادت هستیم و امشب موضوع بحثمون این کلی اولیه رو ما خدمت بینندگان عرض کردیم، از این مطلب نباید غفلت کرد. اساس و رشته آفرینش بر اینه که همه مخلوقات آزموده شدن به نور ولایت. حتی خلق اول پیغمبر خاتم خلقکم الله و انوارا فجعلکم به عرشهی مهدقین، حتی من نه علینا بکم. این آفرینش نورانی بدع آفرینش که بدعش ما معتقدیم اون در تعین همون هوا نورانی بود، قبل از اینکه خدا عرش بیافرینه، قبل از اینکه آب و مکان و زمان و مخلوقی رو بیافرینه، خدای عزوجل یک حقیقت آفرید. او رو با امتحان به نور ولایت وقتی امتحان کرد دو تیکه شد، با امتحان شد مبدع آفرینش خوبها و بدها. مثل همینجا، همینجا هم که ارواح مؤمنین رو که اونجا داد، چه روحی رو در این بدن بعد از 4 ماه در رحم مادر قرار میده؟ این تمام عدل الهی است که بر اساس حکمت خودش در روح ولد زنا اون روح پاکیزه رو نمیذاره. این خلاف عدله، اما در این حال آزاد اختیارم داره، بهش میگه برو دنبال کسب، برو دنبال پیدا کردن، برو رشد بکن، برو بدن تو پاکیزه کن. هیچ مانعی هم نداره، اساسا نظام آفرینش بر این قرار گرفته. اون خلقت نورانیه اولیه رو ببینید، بعد از اینکه عرش آفرید امام رضا فرمود ارز الله الولای علی اهل السماوات السبع فسبق الیها اهل السماء السابعه، آسمون هفتمیا سبقت گرفتن بر پذیرش این ولایت. وقتی سبقت گرفتن فزین به العرش، آسمون هفتمیا شما قابلیت اینو پیدا کردید من عرش رو براتون قرار بدم، اینجا هم کعبه رو قابلیت اینو پیدا کردید من برای اینکه یادآور بشم برای شما اون حقیقت این حجر نورانی رو که ملک مقرب بود بلعید آوردیمش اینجا گذاشتیم، گفتیم همینجا تجدید عهد کنید باش. بعد میفهمد فزین به هر عرش، نسبت به خود نور اول هم این معنا از پیغمبر فرمود فتق نوری، میخواد خدا امتحان کنه عرشو، میخواد عرش بیافرینه، میخواد جایگاه پاکیزه برای اون حقیقت قرار بده. فتق نوری شکاف نور منو، نه همونو آورد اینجا قرار داد، نه با آزمایش. دلیل آزمایشش رو انشالله خدمت بینندگان الان با روایات عرض میکنم. شما وعده دادید که در مورد تفاوت ائمه معصومین با دیگر مردم حتی در جنبه بدنی بفرمایید. اونم میفرمایم، اونم ان شاء الله دونه دونه. من الان
مجال ذکر باشه سلسله مراتب رو از اون خلقت اول میان پایین. ففتق نوری فخلق منه العرش والعرش من نوری و نوری من نور الله و نوری اول من العرش. نور من از این عرش بالاتره، اما این عرش رو با آزمایش به نور ولایت و نور من آفریدن آوردنش پایین، منو گرداگرد اون قرار دادن. این به نسبت به کل ما خلق چنین قاعده ای رو داره، تا میرسه به اونجا که پیغمبر فرمود کنتو انا و علیان نورن بین یدی الله یسبح الله ذلک النور و یقدسه. وقتی این نور ما اونجا تسبیح کرد، تقدیس کرد، تحلیل کرد، تمجید کرد، دهر داهرین هنوز خلقی نبود، اینا شدن جز سابقون از سابقون، اینا شدن جز کسانی که شدن جز عالین، استکبرتم کنت من العالین، اینا شدن جز مکرمین که بلغ الله بكم اشرف محل المكرمين، جایگاه پاکیزه رو از همون جای بزرگوارا پیدا کردن. اونجا گفتن نسمع او و نطیع، حسب روایاتی که در اونجا وارد شده اونجا گفتن ما مطیعیم. این ملاک برتری رو اینجا پیدا کرد. این حقیقت سلسله مراتب آفرینش تا اومدن اعلا الیین، تا اومدن الیین، تا اومدن طبقات آسمون ها، فبهم ملأت السماء و ارضک، پر شد در میان آفرینش. عظمت این بزرگوارا به زبان زد همه خلق واقع شد، بهترین جایگاه ها رو برای اینها قرار دادن، چون در همه جا آزموده شدن و همه جا این جلویه پاکیزگی رو گرفتن، تا رسید به اونجایی که آدم رو خواستن بیافرینن. آدم رو که آفریدن، فلما خلق الله آدم ذرک بذالک النور فی صلبه. پس چهار جای مفاتی اگه میگه اشهد انکم کنتم نورن فل اصلاب شامخ و الارهام المتحره لم تنجس کل جاهلیت و به انجاسه ها، سیر تنزلی این انوار و ارواح مقدسه از اعلا الیین همینطور انتقال تا پشت حضرت آدم به صورت همین حقیقت منتقل شد ابدا از غزارات و نجاسات اصلاب گذشته پاکیزه ماندند و سیر کردند آمدند تا پایین. قبل پیغمبر فرمود خدا ما را آفرید، قبل ان یخلق الله سماء مبنیه، یکی که او ارضا مدهیه او هواء او ماء او جنتا او نارا او نورا او ظلمتا، قبل از همینا کنا به علمهی انوارا نسبهو، ما تمام این آفرینش مشغول تسبیح بودیم. جالب توجه اینه که تو این دایره آفرینش اونجا داره که رسخ فی ذلک النور. این رسخه خیلی لطافتی رو در اینجا میذاره. بله ما اشباح نورانی بودیم، ابدان نورانیه بودیم، وقتی که خدا هنوز ارواح رو نیافریده بود بدنم نوری به ما عطا کرده بود که اونجا ابدا با اینجا قابل مقایسه نبود، اما رسخ ذلک النور، این رسوخ، این یعنی اثر، عرض میکنم که حقیقی اون نور اول بر این حقایق نورانی این گونه بود. بعدم اونجا فهمودند که ما اشباح نور بودیم، ظل النور ابدان نورانی بلا ارواح، ذل هم نبودیم، سبحات نور بودیم، جلوات نورانیه داشتیم در اونجا، درخشندگی های فراوان نورانیه و پرتوش تمام هیاکل ما رو گرفته بود که ما ابدان نورانیه بلا ارواح، یعنی ارواح پایینی رو هم نداشتیم. اینا مطالب عالی است، ما نه عقلمون به اونجا راه میده و نه توان حرف زدن اونجا رو داریم. ما تنها چیزی که داریم نه یه روایت، دو حدیث، سه حدیث، ده حدیث، نه اینکه فقط شیعه اینها رو نقل کرده باشه. بینندگان عزیز، اینا مطالبی است که عامه هم در کتب رواییشون پر از این روایات که اندازه نداره. اما خلقت اولیه از کجاست؟ فرمودن خلقنی ربی، فرمایش پیغمبر خداست. این اومد تو اعلا الیه، الیین آسمون هفتمه، بهشته، مادراک ما الیون، اما اعلا الیون بالای بهشته. حالا ترسیم این بهشت و اعلا الیین کار بسیار عمیقی رو میطلبه که در مجالس باید گفته بشه.
پیغمبر فرمودن خدای عزوجل من رو آفرید در اعلا علیین من طینت العرش. عرش حقیقتی است، عرشی که عرش مادی حقیقی واقعی است که از یاقوت سرخ است و چهار رکن داره، هزا دارد، ملائکه فراوان داره. عرض میکنم حاملین این عرش قرآن میفرماید با اون ویژگی های خاصی که این عرش داره، پیغمبر میفرماد بعد از اینکه عرش رو آزمود، خود عرش چه موقعیتی در چه جایگاهی پیدا کرد؟ آزمودش عرش آفرید، اون وقت ما رو در کنار عرش قرار داد، ما رو از طینت این عرش آفرید. فرمود امام صادق ان الله خلق محمدا و اطرته من طینت العرش، این تنزل یافته در اونجاست. لحاظا فرمود انکم لفی اعلا علیین لیس فیها درجت و احد من خلقه. اون حقیقت نور اول تنزل کرد بر اعلا علیین. قابل توجهه. ببینید ما وقتی میگیم ما چهار تا روح داریم، یه روحی داریم به نام روح نباتی که این روح نباتی تشکیل میده، سه تا روح رو برای ما، روح شهوت، روح قوت، روح آمده شد. این روح نباتی که اگه ما بخوام بگیم از این جهت حیوانیم، اما ناطقیت ما به جهت اون روحی است که از بهشت و علیین تنزل یافته، از بهشت فردوس بعد از چهار ماه به این بچه در رحم مادر میدن و میشه الله مؤمن یا الله کافر، یعنی روحش نه بدنش. بدن که هنوز آزمایش نشده، بدن باید با این روح و با این عقلی که اون عقلم آزموده شده بیاد اینجا آزمایش بشه. بنابراین سلسله مراتب آفرینش ما که در مراحل مختلف آمدیم تو اینجا و آزموده شدیم، اینجا هم اومدیم آزموده بشیم، اینجا هم منت میذارن میبرنمون برزخ آزموده بشیم. بنای پروردگار همه چی رو میدونه، ولی بنابر آزمایش هست تا کسی شکوه نکنه، تا نگه جبره، تا نگه این حرفا. حالا حقایق مقدس معصومین در این چهار روح با ما تفاوت دارن، یعنی روح عالم ملکوتشون، او روحی که میخواد توی این بدن بیاد اون مال اعلی علیینه، او روح غیر از روح ماست که از علیینه. ابدان این بزرگوارها که از این نطفه است، نطفه مال اینجا نیم، ما نطفمون مال اینجاست. اگر رفتی میوه حلال گرفتی، نطفه رو منعقد کردی، نطفه پاکیزه ای رو منعقد کردی. اما اگر اون کسی مثل خاتم انبیا رو 40 روز بگن انزوا بگیر، بعد از 40 روز برو تو بهش، اونجا از میوه بهشتی، از خرماش، از گلابیش، از سیبش میل کن، بعد از 40 روز بیا با خدیجه مواقعه کن و نطفه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو فقط باید از بهشت بیاری اینجا منعقدش کنی. نطفه امیرالمؤمنین و ابو طالب باید از مصرم، از میوه بهشتی بگیره بیاد اینجا منعقد کنه. ائمه معصومین یکی پس از دیگری باید ملائکه بیارن از شراب طهور بهشت بهشون بدن و با مواقعه اون حقیقت نطفه منعقد بشه. اینجا هم مؤمن میره یک میوه پاکیزه حلال با توجه به تمام جوانبش، پاکیزه ای که ولایت رو قبول کرده میگیره، همینو سفارشش هم کردن به بگیر استفاده بکن تا فرزندت خوشرو و خوش بوی دهانش خوب بشه، خرما بگیر چنین میکنه، انار بگیر چنین میکنه. اینها آثار حقیقی خودش رو عرض میکنم در این نطفه میگذاره. لحاظا ما میگیم این نطفه، نطفه ایست از اعلا، از اعلا علیین، خمیره روحی است، نطفهش از بهشت رضا. از 5 جای بهشت باید گرفته بشه، از بهشت فردوس، بهشت نعیم، بهشت عدن، بله، از این بهشتهای مختلف گرفته بشه. 5 خمیره بهشتی، 5 خمیره زمینی هم که رفعت به تربت هنورانیه الالجنه، مثل این جایگاه پاکیزه سید الشهدا علیه سهائر سید الشهدا، مدینه، کوفه، بیت المقدس، از این جاهای متعدد گرفته بشه، 1 خمیره
پاکیزه ای رو از اینجا که بحث خدمت بیان خمیره اهل بیت علیهم السلام باید اشاره به اون حدیث اسحاق لیثی و روایات فراوان. مرحوم مجلسی 5 جلد کتاب خودش رو در این دائره المعارف 110 جلدی 5 جلدش رو ابتداعا شروع میکنه اول جلدها تا نیمی از کتاب رو ابواب مختلفه رو در ارتباط به خمیره حضرات معصومین در دایره آفرینش در اون جایگاه عرض میکنه. اما همه این خمیره ها باید آزموده بشن. عرض میکنم نمونه این آزمایشات رو لابلای آفرینش این چنین فرماد: ان الله خلقنا من نور مبتدع من نور رسخ ذلک النور فی تینت من اعلی علیین. یعنی تأثیر اون نور اول بر اون خمیره اعلی علیینی باید جوری باشه که آثارش رو بگذره بکندش پاکیزه. لذا امیر مؤمنان تو نهج البلاغه هم فرمودن انی من احمد به منزلت ذو من از ذو. اگر اینجا انفسنا و انفسکمه، اونجا هم به منزله درخشندگی از درخشندگی این چنین نسبت میده خودش رو به پیغمبر و من نسبت به پیغمبر این چنین بودم. چنین خمیره ای رو لابلای فرمایشات حضرات معصومین علیهم السلام میشه یاداوری برش کرد. انشالله بنده در خدمت بینندگان هستم تا این بحث رو به طور کافی و رابطه ولادت این بزرگوارا رو با ولایت انشالله مورد نظر قرار بدید. میان برنامه من آماده است اگر اجازه بفرمایید بعد از میان برنامه در خدمتتون باشم. در خدمت بینندگان عزیز هستم. بعد از دیدن یک میان برنامه کوتاه در خدمتتون خواهیم بود. بی تو عالم شد خزانه بی بهار، ای قرار عاشقان بی قرار. یا ابا صالح امان از انتظار، کی به سر آید این جدایی، کی به سر آید این جدایی. اللهم اعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك، واحفظه من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء. بینندگان عزیز در خدمتون هستیم در ادامه این مباحث. استاد قرار شد بفرمایید که در مورد تفاوت تینت حتی بدنی به اصطلاح اینها، حالا یه چیزایی فرمودید اما به بدن مادی نرسیدید، کتم این رو میفرمایید. اما اینجا بالاخره یک شبهه پیش میاد، یعنی یک طرح سوال میشه که اگر ائمه معصومین از هر نظر با ما متفاوت هستند حتی از نظر بدنی، اینکه خداوند میفرماید لکی لا یکون حجتا علی الله بعد الرسول، این آیه در واقع زیر سوال میره، چون که اگر قرار باشه اینها متفاوت از ما باشن یه قابلیت تأثیر نخواهند داشت. این که میفرماید ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این اسوه حسنه باید از جنس ما باشه. اگر همه چیز این اسوه حسنه برخلاف ما باشه، اون حجتا علی الله بعد الرسول به اتمام نخواهد رسید. عرض میکنم اینجا خدا تو قرآن خیلی جواب قشنگی داده و اون اینجا خیلی روشن، قل انما انا بشر مثلکم، پاسخ رو داده نه ما بشری هستیم مثل شما اما در صورت، یعنی ملک نیستیم. دفع شبهه کرد، یه چنین شبهه رو نکنید که میمدن شما مگه ملکی، نه قول نما انا بشرون مثلکم، اما یو های لی، اما امتحان شدم من، اما بی جهت خدا به کسی چیزی نمیده، اما تو دایره آفرینش من جز سابقون از سابقونم، اما من اونجا امتحان شدم با امتحان یه رشت. حالا دلیل این امتحان رو در تینت باید پیدا کنیم. بله
برهان قشنگی میخواد ببینیم آیا تو این دایره آفرینش این بزرگوارا وقتی عرضه شد، نه تنها عرضه شد به خاتم انبیا، به همه عرضه شد، اما اون که جز سابق اون است هم مثل همینجا، اونی که رفت تو کوه آغار هرا و اونجا توسل و توجه تو دایره آفرینش تو سلسله انبیا جلوه پیدا کرد، اگه الان یه فرزند عالم پاکیزه جلوه پاکیزگی پیدا کنه، این با سایرین فرق میکنه، نه همونه. اما آبا و اجداد این پاکیزه بودن، با پاکیزگی آمدن، با اما یه کسی هم میمونه تو نسل آبا و آبا انحراف اعتقادی، عملی و همه جور، خب قابلیت اینو نداره، نه اینکه آزاد نیست، نه اینکه از سنخ اون نیست، این هم میتونه کمال پیدا کنه و اینو ما داریم همینجا میبینیم، خدا همینجا حجتشو قرار داده، همینجا امام حسین شده مقرب شده. حالا داخل پرانتز، ربطی به بحثمون ندارم چون که چند بار فرمودید در طی این جلسات، ایده این غار حرا رو رد میکنم، میگم پیامبر اصلا به غار حرا نرفته و در سلسله به اصطلاح اون روایات که نقل شده میگن غار حرا توسط صوفیه اضافه شده به این قضیه. خیال میکنم مجال ذکر این سوال و این بحث و اینها الان اصلا در سلسله مباحث نیست. نظرتون چی هست؟ یه ایده میگن که غار حرا در یه مقطعی اجازه بفرمایید این سوال رو انشالله میذاریم در جلسات بعد موقع‌های دیگه، چون این میترسم از بحث خارج بشیم و به مطلب نرسیم، خصوصا امشب که در ارتباط با آقای امام حسن مجتبی علیه السلام. روایاتی که در این اختبار هست و سه تاشو من خدمت بینندگان عزیز به ضرب الاجر رد میشم، ببینید امتحان همه جا بوده. یه جا پیغمبر خدا فرمود ان فل فردوس، این بهشت فردوس مال خمیره است، لعینا اهلا، اینو هم ابن عساکر در تاریخ دمشق نقل کرده، هم شیعه نقل کرده، به طور گسترده هم کتاب ها نقلش کردن حدیثو، سند درست با اینجور ان فل فردوس، چون اینا نمیشه کسی به بافه درست کنه، اطلاع کسی نداره. در بهشت فردوس چشمه ایست، حالا اون چشمه چیه؟ که احلا من الشهد، از شهد عسل شیرین تر، علیان من از زبد، از کره نرمتر، از برف خنکتر، و اطیب من المسک، از مشک خوشبوتر، فیها طینتون خلقها الله منها، خلقنا الله منها، یه طینتیه که خدای عز و جل ما رو از اون طینت آفریده. بعدم جالب توجه ادامهش میفهمد و هی المیثاق الذی اخذ الله علیه ولایت علی ابن ابی، چقدر زیبا اون میثاقه، از او عهد و پیمان گرفته، خمیره شده پاک. ترسیمش به اینجوریست، آقا امام صادق علیه السلام به کسی که آمد گفت آقا شیعیان شما دزدن، شیعیان شما شراب خورن، امانتدار نیستن، زنا کنن، چنینن چنانن، اما اونور عرض میکنم دشمنان شما امانتدارن، نماز زیاد میخونن، شراب نمیخورن، چنین چنان. اولا خارجن اینجوری نیست، دشمنان اهل بیت خیلی بیشتر این کارا رو میکنن، مبرا کنیم شیعه، چنین نیست. اگه اونایی که اهل گناه و فسق و خدا اینا کرده نزدیک عیسی میشن باید پرهیز کنن، زینت اهل بیت ما باشیم. بعضی از دشمنان شما زیبا رویان، اما عرض میکنم شیعیان شما نه، زشتن، فلانن. حضرت فرمود بشین تا برات بگم. خدای عز و جل در بد آفرینش با امتحان اون حقیقت هوای نورانی با تا امتحان کرد، دو خمیره جدا شد، اختبار کرد طینت علیینی طینت سجینی. پروردگار عالمیان با ملکش یا خودش با یه قبضه، اینجوری که دور روایات هست، خودش با قبضه، خدا که مخلوق نیستش که، با اراده پروردگار یه قبضه برداشت این ور، یه قبضه برداشت اون ور، میخواد دو تا خمیره ها رو بیافرینه. هنون های آفریده خمیره بدنی اینا رو میخواد بیافرینه، میثاق رو میخواد بر اینا عرضه بکنه. قبضه ای رو گذاشت، اون ور هم یه قبضه گذاشت، اینو با آب پاکیزه که اون آب مله آب عذب فرات بود، و انلو استقام و علت طریقه لسقینا ما انقدقا، که فرمود و ولایت امیر المؤمنین بود و ما قدق، با این باز امتحانش کرد، امتحان کرد، خمیره ای رو درست کرد، گذاشت کنار، مون ده رد داغرین. اون طرف هم همینجور امتحان کرد، باز یه قبضه ای رو با آب ملح عجاج منتن
من همه این من سلسال تو قرآن هم بس بشم فهمد از کردم پنج باب روایات و یک جلسه نمیشه تمام کرد، اینا رو گذاشت کنار. از صفه و چکیده خالص این انبیا اولیا اوسیا خوبا رو چون آزمونشون برداشت، از صفه اون ظلمه تواقی عرض میکنم کفار و منافقین رو از او برداشت، بعد اینو با اون اخلوت کرد، یخرج الحی من المیت یخ مخرج و یخرج المیت من الحی. بعد از قاطی شدن اینها، اینا از همدیگه لطخ همدیگه رو گرفتن، لطخ همدیگه رو گرفتن، آغشته به هم شدن. اگر اون کافره کارای خوب مؤمنه رو میکنه چون با لطخ به این گرفته، و اگر مؤمنه کارای زشت اینا رو انجام میده با اختلاط با این دوتا اینا رو گرفته، فردای قیامت بعد از آزمایش های در مراحل آفرینش تا قیامت، برزخ، مرگ، قیامت، حشر، حساب، کتاب، ایستادگی در قیامت، با اون همه گرفتاری ها خدای عزوجل عدل حکیم از هم جدا میکنه میفرسته، اینو کجا میبره؟ اونو کجا میبره؟ قطعنی بهشت اون جهنم. زیبایی که این از اون گرفته، او این گرفته، زشتی رو از کجا میره؟ از اونجا آمده. بنابراین اساس مطلب درسته، دنیا داره اختلاط طینت علیین و سجین خوب و بد، این اختلاط ها سبب شده که مؤمنین کارهای بدا رو میکنن، کفار کارهای خوبا رو میکنن. از این جهت البته این اختلاط ها نتیجه اینا رو داره، طینت این طینته. باز امام باقر میفرماید اعلم ان الله خلق ارضا طیبه طاهره و فجر فیها ماء عذبا زلالا فراتا سائقا. این ارض طیبه هم بیانی که از اسحاق لیسی در فرمایش امام صادق علیه السلام بود عرض کردم، امام باقر هم نمونه اینا اینه. جالب توجهش اینه فعرض علیها ولایتنا اهل البیت. بی جهت نشد عرضه ولایت اینا رو چی کرد، اونم فقبلت ها، پذیرفت. وقتی پذیرفت فعجرا ذالک الما سبعت ایام، هفت روز چه هفت روزیه؟ تعرج الملائکه و روح فی یوم کان مقدار فو الف سنه مما تعدون، هزار سال ما یه روزشه، اون روز اونجا که نمیدونیم معنا کنیم. بنابراین فأخذ من صفت ذالک طین، ذالک طین طینن فجعله طین الائمه، اونم آزمایش کرد شد طینت ائمه معصومین. مال کجاست؟ بعدن فرستادشون تو عالم ارواح. این مال اعلی علیینه. امام باقر میفرماد دو روایات پره، 64 بهار، جلد 5 بهار، جلد 25 بهار، متعدد اینا رو آورده. امام باقر میفرماد کان ما احب ان خلقه من طینت الجنه بعدن ثم بعثهم فی الضلال، بعدن رفتن تو عالم ارواح. پس تفاوت آفرینش خلق ها مختلف است. اون وقت بعد از این که ما فهمیدیم نکته اساسی کلام، فهمیدیم با عرضه ولایتی خمیره ها همه از هم جدا شد، ولی اون خاندان از لطخ نگرفتن. نگی چرا اینجا اینجورن؟ برای اینکه اونجا آزمایش شدن، اونجا اصلا به تمام معنا نسمع و نطیع بودن. این نسمع و نطیع کرد اشهد و ان ارواحکم و نورکم و تینتکم که مال اعلا علیینه پاکیزه پاکیزه واحده شد. این پاکیزگی رو انتقالش دادن. هم خلق دو تا ملاحظه وجود داره. یکی در باب این که فرمود حالا این نه به ائمه منصوب، یک نفر سوال کرد این رو، خب قابل تردید هست که میفرماید فلانی زشته فلانی، خب این با این آیه که میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بله اینجا اکرمکم اتقاکم نداره، حالا زشتی یا زیباست که این به نظر میاد این ایرادی که گرفتن این زیاد منتهی بر اتفاق. در نکته دوم که فرمودید شیعیان از این طینت هستن و خب مسیرشون فرق میکنه، ما یه جریانی داریم که حالا نمیدونم تایید میفرمایید یا نه، که حضرت سید الشهدا علیه السلام در شب عاشورا میفرمایند که هر کسی ذمه از دیگران برگردن داره بره، یعنی ذمه اگر داشته باشه حتی پیکار در رکاب من ممکنه سودی به حالش
نبخشه. استغفرالله، اینو نمیشه گفت. حالا چرا بس گفتم برید؟ آره نه، اون که فرمودن بنین، حضرت نمیخواستن از جانب خودشون، خدای نکرده اینها با میل و رغبت کامل نباشه، یا پیش خودشون تو محضور قرار بگیرن، مأخوذ به حیا بشن. اون که گفتن هر کی میخواد بره، اون که گفتن هر کی میشه، من آزاد ذمه ای برگردنش هست، هر کس بله با اون شخصی که پسرش رو گرفته بودن در شهر ری و فرمودن برو پسرت، فرمود نه اکلت نسبا، نه من کجا برم شما رو تنها بذارم، یا دیگران مالی بدهکاری تو برو، این از این بابه. حضرت میخواست آزاد باشن، ولی اصلا قصه شهدای کربلا و اصحاب امام حسین و اینا تو این مقوله نمیاد. باز یک روایت دارن، خالصت الله هن، اونا اصلا روایات عجیبه براشون، نمیشه اونجا رو خلط به این مزامین به این حرفا کرد. یا باز روایتی داریم از پیامبر، حال نمیدونم باز این رو تایید میفرمایید یا نه، که پیامبر به حضرت فاطمه زهرا میفرمایند که برای خودت توشه ای فراهم کن که من نمیتونم از دست بدم، یعنی خودت باید توشه داشته باشی. که حالا ما میدونیم که این از باب به در میگم دیوار بشنوه بسمه‌ای یا جا. نه حالا اگر بحث به ظاهرش هم بگیم این مطالب حله، یعنی موضوع مشکل و معضلی ایجاد نمی‌کنه، برای اینکه کل مخالفت باید روشن بشه این قضیه. بله ما عرض کردیم بر اساس همه اختباره، وقتی یه قاعده کلی رو گفتیم تو دایره آفرینش، حتی در تکوین ما اینو داریم میگیم، ما که در تشریع نیومدیم، شما در تشریع میارید، در تشریع که برای خود مردم هم هضم شده است، هر کسی رو نکرم و کمند الله اتقا کن، ما در مرحله تکوین داریم این سخن رو میگیم، ما میگیم در تکوین هم خدا بی جهت به کسی چیزی نمیده، همه رو آزمایش کرده، حتی همون حقیقت اولیه که نیان، این که شیطون اینا رو میدید، شیطون هم میدونست، اینقدر میدونست که بهش گفت استکبرت هم کنت من العالین، یعنی بابا اونا اگه از عالین هستن، از مقربین و مکرمین هستن، اونا هم آزموده شدن دیگه، خودشون رو نشون دادن. پس در نهایت این رو تایید میفرمایید که الان من شیعه باشم یا هر مثلا دین دیگه یا مذهب دیگه، حتی اگر شیعه باشم شرط عمله، یعنی صرف شیعه بودم منو نجات نخواهد داد. نه حالا نریم دوباره توی این مقوله، این نیاز به بحث فراوان داره، شیعه بودن منو نجات خواهد داشت قطعا، چون اصل اعتقاد و عمل است، اعتقاد است، اصل اعتقاده، عمل فرع است. شیعه بودن منو نجات خواهد داد؟ نه اینجور نه. این وقت من نیاز داره یک بحث مفصلی تو این زمینه بیم، جای تردیدی در این مسئله نیست، شیعه اصلش اعتقادشه، عملش فرعش از فروعاته، و همیشه عمل رو با اصل میسنجن نه با فرع. این دو تا چهارتای برهان عقلی نقلی دارن. این عرض میکنم ما بحثمون در تکوینه، در تکوین یه چنین چیزایی، لذا اگر فرمودن هم خلقو، عرض میکنم من الانوار خلقو من طهر، اشهد و انک طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، اینا واقعا هم اینجوره، حقیقت اولیه اینه. لذا فرمود آقا موسی بن جعفر هم خلقو من الانوار من طهر طاهر مطهر، بعدم فرمود و انتقلو من اطهر الى طهر من طهر الى طهر نام ماء مهین و لا نطفه جشره کسایر خلق، مثل سایرین نیستن، بل انوار انتقلو من اصلاب طاهرین، چرا؟ لانهم صفت و صفه، صفت و صفه رو در عالم اعلی علیین گرفتن، تو دایره آفرینش بردن. توی زمینه دیگه ما بخوایم بحث بکنیم حرف خیلی فراوان داره، خلاصه و چکیده و لب کلام ما اینه، سلسله انتقال ذوات مقدسه از نورانیت تا اعلیین تا علیین تا سلسله آسمان ها تا اومدن روی زمین تا انتقال به زهر آدم و با اون شرافت، چهار جای مفاتی، اشهد و انکم کنتم نورن فی الاسلاب شامخه و الارحام المتنقره. حرفم توی نیست، جابر برای سنگین آمد، جابر ابن عبدالله انصاری آمد خدمت پیغمبر، یا رسول الله شما چجورید ما چجوریم؟ بعد خیلی زیباست اینجا پیغمبر فرمودن جابر لقد سألت عن امر جسیم، چه هست سؤال بزرگی کردی، لا یحتمله الا ذو حظ عظیم، کسی که ملا با سواد معرفت ما رو داره مثل حبیب میتونه بدونه چیه، ان الانبیا کل اوسیا مخلوقون من نور عظمت الله، انبیا مثل اوسیا از نور عظمت خدا آفریده شدن، اینا انوار هم اصلابن، نورشون تو صلبه،
نه خیلی فرق میکنه. سر امر سجده ملائکه با آدم ما بودیم. و جعل الله آدم کعبة و قبلة اسجد الیه. الانوار و روحانی و نورانی و روحانیین برای چی؟ برای اینکه ما در صلب آدم قرار گرفتیم. بعدم فرمود خدا یحفظها به ملائکته و یربیها. تو سلسله انبیا که آمد در پیشانیشون انوار مقدسه میدرخشید. هر جا میرفتن حیوانا سایر مخلوقات میشناختن این نور رو، میدیدن، تعظیم میکردن. حیوانات، انبیا، سلسله انبیا اینجوری بود. چرا؟ چون این انوار طی منازل میکردن در انبیا تا بیان. انبیا کسب شرافت کردن هر کدومشون. یوسف تو زندان، سایر انبیا همینجور در جاهای مختلف. ابراهیم وسط آتش اون نور نجاتش داد. حرفش خیلی زیاده. و یغزوها به علمه فامرهم جابر. امر اینها یجل عن یوسف. کی میتونه توصیف کنه مراحل آفرینش ائمه معصومین رو؟ ابدا. بعد حضرت بعدم فرمود جابر هازا من مکنون العلم فکتوب هلن. این از اون چیزاییه که به هر کسی نمیدن. انوار این بزرگوارها یوزی افل آفاق من از سماوات و الحجب انبیا. همه جا خلاصه درخشندگی خاص خودشو داشت. بعدم صریحا در یک جمله این چنین فرمودن فکنا نحن خلقا و بشرا نورانیین. ما یه چنین خلقی هستیم. لم یجعل احد فی مثل الذی خلقنا منه نصیبا. هیچ کی مثل ما آفریده نشده. لطفه هاشون اینجوره، طینتشون اینه، خمیرشون اینه. اینها یه جایگاه های بلندی رو دارن. بنابراین انتقالشون هم به دنیا با اون ویژگی های خاص به خودشونه ابدا قابل توصیف نیست. این انوار مقدسه بدون هیچ اختلاط اینجا به تینتهای دیگه یک سره منتقل شدن به پیامبر اکرم ائمه معصومین. سلسله نورشون منتقل شد ولی نطفه هاشون از بهش گرفته شد. همه چیزشون فرق میکنه، تمام ویژگی ها فرق با امتحان فرق میکنه، بی امتحان فرق نمیکنه. لذا اینجام که میان خب پس رابطه ولایت تأثیرش بر ولادت این بزرگوارا تو دایره آفرینششون اثر گذاشت. این ولایت، حالا اگر امام صادق فرمود ولایتی احب و الی من ولادتی، معناش روشنه. اون فرض بود برای من، اون تأثیر در ولادت منم گذاشت. بله یه فضلیست که من پسر امیرالمومنین سلام الله علیهم. خود امام حجت الله این چنین داره بیان می‌فرماد. برای چی این کلمه رو امام صادق در دو جای تو بهار روایتش وارد شده؟ چرا؟ برای اینکه می‌خواد بفهمد آقا این ولایته، این آقاییه، این بزرگیه، این همونه که ما فعظمتون جلاله، ما بزرگش داشتیم. تو دایره آفرینش هم که آمدیم، اینجا اومدیم، باید اینجور جلوه پاکیزگی نشون بده و نشان داده. و من بر من فرض رضا موسی بن جعفر سر به سجده می‌زنم، الحمدلله که من بر من واجب شد و من شکر این ولایت رو به جا بیارم. اینه که پیغمبر در اون آخرین لحظه‌ای که میخواد از دنیا بره خدا رو سپاس میکنه برای اینکه ولایتی رو که بر من عرضه شد. یه روایت خیلی زیبا رو امشب بخوانم، اینم تبرک ولادت امام حسن مجتبی. فرمود هیچ مولودی نیست که در امشب به دنیا بیاد، یعنی شب ولادت یکی از ائمه معصومین به دنیا بیاد. من یه روایتم خیلی قشنگه، ولو اینکه تو عرض شرک و کفر باشه، یعنی تو کشورهای کفر باشه، امشب به دنیا بیاد، خدای عزوجل اینو از اونجا برمیگردونه به امر ولایت. کجا؟ تو دنیا، تو برزخ، تا تو قیامت. تأثیر ولادت امشب، عرض میکنم که این فرزندی که تو تمام دنیا به دنیا بیاد اینه که پاکیزه بوده، یعنی سابقه بد نداشته، یعنی نطفه ناپاک نبوده، یعنی بدون هیچ گونه اثر وضعی منعی نیست، مقتضی موجود، مانع هم مفقود. اگر یه چنین بر میگرده آخر پیدا میکنه راه حقیقی رو و نجات پیدا میکنه. این هم فرمایش امام صادق علیه السلام. خب با توجه به این نکته الحمدلله والمنه موضوع صحبتمون رو گفتیم. حالا بیایم سراغ امام حسن مجتبی سلام الله علیه که امشب شب ولادت کریم اهل بیت
سبت اکبر علی مرتضی امام حسن مجتبی است. جالب اینه پیغمبر فرمود وقتی حسنم و آفرید خدای عزوجل از نور جلال عظمتش آفرید، بعد فتق نور الحسن برزندم رو نورش شکاف، یعنی تأثیر عالم خواهم ولایت امام حسن مجتبی رو تو کل ما خلق. ببینید چه تأثیری امام حسن مجتبی وجودشون داره. فتق نور الحسن فخلق منه اللوح والقلم، خدای عزوجل با اختبار به نور امام حسن مجتبی لوح و قلم را آفرید به احسانش. بعدم فرمودم والحسن اجل من اللوح والقلم، حسن من از لوح و قلم مقامش بالاتره. بینندگان عزیز دنبال نکته ولایی میخوایم بگردین، این روایت رو بیان توجه بهش بکنیم و معنا کنیم. و روایت واقعا انصافا روایت قابل توجهیه. پیغمبر فرمود سمی الحسن و حسنن، حسن من رو حسن نامیدن. چرا؟ خدا به جبرئیلش فرمود امشب نام امام مجتبی حسن را که به زبان عبری شبر، اینو بیار در یک پارچه سفید. یا حالا اون پارچه سفید چیه مراد در فرمایش پیغمبر خاتم؟ اینو آوردن خدمت پیغمبر. سمی الحسن و حسنن، تعلیل رو ببینید. لأن به احسان الله قامت السماوات والارض، حسنم رو حسن نامیدن. چرا؟ چون خدا به احسانش آسمون ها و زمین رو آفرید. چه ربطی به هم داره؟ واقعا گاهی یک کلماتی رو آدم میشنوه و این کلمات برایش ابتداعاً بدون توجه به یک مبانی عالی میبینه خیلی سنگینه معنا کردن اینا، و انسان در یک عرض میکنم حالتی قرار میگیره که میمونه اینا رو چجوری باید معنا کنه. و این یک جمله از همون هاست. حسنم را حسن نامیدن چون خدای عزوجل به احسانش آسمانها و زمینها رو آفرید. چه ربطی به هم؟ تحلیل همیشه باید با بیان سابق و هم بخونه. یعنی چی؟ بعد میفرماید که والحسن مشتق من الاحسان، خیلی زیباست، حسن من گرفته شده از احسان. به احسان خدا آسمونا و زمین آفرید، حسنم و حسن نامیدن چون مشتق از احسانه. اون کلمه بعد رو بیاریم قبل. حسن من رو حسن نامیدن از حسن همه کمالات. این آقا بهرمنده، معیار کمال برای همه خلقه. لحاظا این وجود نازنین رو از اون احسان آفریدن. از این احسان که حقیقت ولایت الان با قرآن عرض میکنم، آسمان ها و زمین را آفریدن. پس حسن من از آسمان ها و زمین برتر است، از لوح و قلم برتر است. قرآن فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان. احسان اینجا چیست؟ محمد ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، ولایت امام حسن مجتبی است. حسنمو اگر حسن نامیدن، لأن به احسان الله قامت السماوات والارض، خدا تو فعل وجود حسنم و ولایت حسنم آسمون و زمین رو به پا کرده. حسن من مشتق از احسانه. چه بیان بلندی در این بیان خاتم انبیا آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نفته که گویای عظمت است. بعدم و ماد علی و حسن من اسمن من اسماء الله، همون اسمی که اون اسم اعظم اعظم اعظمش ولایت امام حسن مجتبی است. و با تأثیر یک نام از نام امام حسن مجتبی خدای عزوجل آسمون ها و زمین رو به پا میکنه. هیچ معونه ای نداره. همون جوری که ما در ابتدای دعا زیل همون فتلقا آدم من ربی کلمات ما عرض کردیم، اونجا در مقام استجابت دعا که وابتغوا الیه الوسیله است، باید چیکار بکنیم؟ مؤمنین باید با این اسامی، یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه،
یا محسن به حقل حسن یا قدیم الاحسان به حقل حسین استجابت دعا اونجا واقع میشه. معنای دونه دونه اون کلمات اینه، یا محسن تو به احسانت میخوای آسمون رو بپا کنی، اما به حقل حسن چقدر زیباست. یا فاطر به حق فاطمه، تو فاطری، تو خالقی پروردگار عالمیان، اما تویی که فاطری به حق فاطمه. این حق فاطمه تو عالم امکان چیه؟ یه معناش اینه، یعنی اگر این خانوم رو نیافریده بودی تو عالم امکان، قابلیت برای هیچ خلقی نبود. یا فاطر به حق این رو داری همه عالم و سفرش رو پهن کردی، این قابلیت اینو داره. اونجا هم به حق الحسن یا محسن معناش اینه، یا محسن به حق الحسن، یعنی به حق این حسن. اینه که اگر تو روایات ما پیغمبر فرمودن نسبت به امام حسن مجتبی ویژگی ها عالیه، اینا مطالب ولاییه، اینا مطالب عالیه معرفتیست که اگه بخواد دادم امام حسن مجتبی رو بشناسه، که الان این آقای غریب مظلومی که در بلندای از عظمت چه جایگاهی در مظلومیت داره، وقتی جیگر انسان آتش میگیره. پیغمبر فرمود حسنم تو تیعه اهل السماء فی سمائه و اهل الارض فی ارضه، آسمونیا مطیع حسن من. خیلی حرفه این اتا انا عرضنا الامانه، این امانت چیه؟ ولایت امام حسن مجتبی است. شیعه و سنی هم میگه، اما اونجا مستاقشو میگه امیرالمومنین. ممکن فرقی بین امیرالمومنین امام حسن نیست، هر دو معصومن، هر دو منصوب از جانب خدا، وصی امیرالمومنینه. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، چی کردن؟ و حملها الانسان، چی کردن؟ و اشفقن منها، اشفاق دور روشونو برگ اعراض کردن. این آقای با این همه عظمتی که پیغمبر رو سینه‌اش می‌نشون، رو پاش می‌نشون، می‌بوسیدش، تا صدای حسن به گریه بلند می‌شد، می‌آمد داخل منزل. از این آقا نگاه به امام مجتبی علیه السلام کرد، فرمود من تشنه بودم، سیراب شدم، گرسنه بودم، سیر شدم. این آقایی که همیشه تو نمازا رو کول پیغمبر بود، میگرفت تو بغلشون، شونهشون، هر کی میرسید میخواست این آقا رو بگیره، بده من سنگینی میکنم. پیغمبر فرمود نعم المرکوب، من بهترین راکبم و اینم بهترین مرکوبه، رو شانه پیغمبر. و در اون لحظات آخری هم که پیغمبر میخواد جان بده، از دنیا بره و شهید بشن، این دو نازدانه رو تو بغل گرفته، به سینه چسبونده، اینجوری جلوگاه پاکیزه این دو بزرگوار رو به خلق داره پیغمبر نشان میده. وقت اینو بیاری در مرعا و منظر، بیاری به هدف تیر قرار بدی؟ آخه میشه تجلیل کرد از کسی که این گونه نازدانه پیغمبر رو اینچنان مورد سوء ادب قرار بده؟ این نشانگر چی؟ نشانگر تمام مظلومیت و اون نشانگر تمام عظمته که تطیعه اهل السماء فی سمائه. اما اهل ارض این کارو کردن و عمل اهل انسان و کان ظلوما جهولا. انسان چه عکس العملی نشان دادی به این آقای امام حسن مجتبی؟ تو ظلومی، نص قرآنه، تو ظلومی، تو جهول، نمیگه تو ظالمی، نمیگه تو جاهلی، صیغه مبالغه به کار میبره، میگه تو خیلی ظالمی، تو خیلی جاهلی، چه کردین؟ آخه بدنی که تو تابوته، اینو باید هدف تیر قرار بدی. آخه این قبر با تو چه کرده؟ اینم نمیتونی ببینی؟ بقیع شد، بقعه داشت، از همون روز اول پیغمبر بقیع بود، گنبد و بارگاه داشت، گنبد و بارگاه داشت، بقعه داشت، زمان خود پیغمبر، بعد پیغمبر. اینجور چه شد که اینها این گونه
آزا این نام این آقا آقاییست، چون وقت مجال نمیده. پیغمبر کسی می اومد میگرفت تو بغل، میبوسید امام حسن رو، زبونش رو میذاشت تو دهن امام حسن، میمکید و امام حسن هم میمکید و من سیراب شدم. کی میتونه این جایگاه بزرگ امام حسن مجتبی رو تو عالم امکان بفهمه و ببینه در کمال مظلومیت این چنین واقع بشه؟ واقعا باید به زبان خیلی راحت بگیم این بلندار و چه ظلم تمام بهش کرده. وقتمون تموم شد، انشاءالله جلسه دیگه در خدمتون خواهیم بود. بینندگان عزیز، با توجه به اتمام وقت، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما. مهر تو ای حسین جان از دل کشد زبون مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه پر میزنه شبونه.